عرض کردم آیات مکرر قرآن موضوع را تأکید می کنم. نمونه آیات فقط نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. اولین دلیل بر این مطلب این است که هرگز در قرآن کلمه اعرف الله، بشناسید خدا، به کار نرفته. همیشه لفظ اعبدو به کار رفته، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. من جمله این آیه‌ای که در آغاز خود مورد استدلال قرار گرفت، خداوند فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني من نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه مرا بپرستند، زیرا پرستش خدا سعادت و حسن ختام برای جن و انس دربار دارد. یعنی وجود ما، خلقت ما انسان ها به گونه ایست که اگر خدا را بپرستیم به سعادت ابدی میرسیم، اگر خدا را اون طور که شایسته است نپرستیم، پرستش نکنیم، تعظیم نکنیم، فرمانبری نکنیم، به سعادت ابدی نمیرسیم، مسیر عوض میشه. رابطه خلقت ما چنین است. حالا چرا چنین است؟ این چرا جواب نداره. آفریدگار خواسته این طور باشه، خلقت ما به گونه ایست که اگر خدا را به یکتایی بپرستیم، اگر فرمان خدا را به اخلاص اجرا کنیم، در کلیه زمینه ها تعظیم خدا مورد نظرمون باشد، به سعادت ابدی میرسیم. اگر غیر از این باشد، راه سعادت خطا رفته ایم، به سعادت نمیرسیم. بعد فرمود من هرگز از اینها روزی نخواستم و نخواستم که به من غذا بدهند، بیشک خداوند خودش روزی دهنده و دارای قدرت فوق العاده است. پس ملازمه فرمایید در اینجا اصل یعبدونی مورد استدلال قرار گرفته، مرا بپرستند. و چون که عرض کردن در کلیه آیات دستور عبدالله هست، این یک دلیل. دلایل دیگر که مهمتره، قرآن همه جا استدلال به این میکند که اگر از مشرکان و بت‌پرستان مکه سؤال شود چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، خواهند گفت الله. اینطور این آیت مکرر در قرآن آمده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر تو از اینها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، خواهند گفت الله. قبول دارن، گفت بله الله. آیه مفصل در این زمینه داریم، فرمود قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السمع والابصار امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون او فأنا تؤفكون. آیات از سوره یونس هست. سوره یونس از سوره مکیه، قبل از هجرت نازل شده. خداوند میفرماید به اینها بگو، یعنی به مشتکان مکیه، بگو چه کسی شما را روزی میدهد از وسائل بالا و پایین. بالا به وسیله نور خورشید و باران، پایینم به وسیله منابع زمینی، من السماوات والارض. یا بگو به اینها چه کسی مالک قوه شنوایی و بینایی است. و به اینها بگو چه کسی مرده ها را زنده می کند و از زنده ها مرده به وجود می آورد. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. چه کسی از مرده زنده می سازد و از زنده ها مرده به وجود می آورد. قانون تولید و تبدیل، اصل تبدیل ماده به ماده به منظور تنوع در خلقت که قانون طبیعی زمین است، تبدیل شکل ماده ها به گونه های مختلف. بعد خدا فرمود فسیقولون الله. در جواب این پرسش ها مشتکان مکه قطعا خواهند گفت الله این کار را انجام داده. لاغیر فقل افلا تتقون. وقتی پاسخ دادن که الله این کار انجام داده، بگو آیا از چنین خدایی نمی ترسید؟ ف
پس چرا دیگران را می پرستید؟ چرا تعظیم او را نمی کنید؟ چرا از دیگران پروا دارید؟ چرا فرامین او را نمی پذیرید؟ واضحه که مشرکان مکه اعتقاد داشتند که کلیه اون که در جهان صورت می گیرد الله انجام می دهد، فقط خدا اون را انجام می ده. و چون که عرض کردن این اصل در قدیم مورد اختلاف نبوده، اصل این که پیامبران برای پرستش خدای یکتا و اطاعت از خدای یکتا آمدند، نه برای اینکه مردم خدا را بشناسند. اصلا این مسئله مطرح نبوده، همه مردم خدا را میشناختند، پیامبر لازم نداشته که.